شما به فراخبر خوش آمدید امارت اسلامی شورای آلمان دین را در هفت ولایت کشور ایجاد کرد ما سخنگوی امارت اسلامی میگوید که هدف از ایجاد این،, این, گونه شوراها حل مشکلات مردم و آوردن نظم بیشتر در نهادهای امارت اسلامی میداند این در حالی است که پیش از این نیز در 26 ولایت کشور شورای آلمان دین از امارت اسلامی ایجاد شده است روی جزئیات این موضوع با مهمانان و برنامه بحث میکنیم آقایان عبد شکر دادرس آگاه حقوقی و مولوی عبدالقادر قانت عالم دین اینجا در کنار ما هستن هر دو مهمان بزرگوار به بحث را خوش آمدید میگم آقای دادرس بحث را با شما آغاز جبارد. میکنیم در هفت ولایت شورای عالمان دین ایجاد شده شما از بود حقوقی این موضوع را چطور بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم برای شما و محترم قاند صاحب و کسانی که صحبتای مرمیش نوه سلام و احترامات خودت تقدیم میکنم سلام خوب بدون شک در جامعه یک قشر علمای دین تشکیل میده اما تمام افغانستان نه. در افغانستان اقشار مختلف زندگی میکنه وقتی که میخوایم شورا را ایجاد بکنیم عقیده ما بر این است که باید این شورا به تمام احوالات مردم رسیدگی کرده بیتانه در سطح در سطی وظایف و صلاحیت هایی که بر طبق یک طرز عمل بریشان داده شده باشد اگر شورا بدون طرز عمل باشد طرز عمل باید شکلی اگر امکان داشته باشد از انتصاب کرده انتخابش خوب است در صورتی که بتانه از تمام اقشار در ها باشه میتانه که تصامیم بیتر اتخاذ بکنه به این مانا که سنوف مختلف است ما در دا اونجی داریم که صنف زمیندارا متوجه استین که مشکلی بین زمیندارا پیدا میشه مشکلی بین کوچه ها و کسانی که متوطن است پیدا میشه امثال هم اگر این قسم مشکل پیدا شوه ما داشته باشیم که اشخاص مجرب از این صنوف باشه در پهلوی علمای کرام میتانه که هرچی بیتر و بیشتر به مشکلات جامعه چ کنه رسیدی کنه ولی چیزی که بسیار مهم است بر علاوه که باید ترزل عملی یا ای جادیش باشه باید طرز عمل صلاحیتش هم باشه به این معنی که وقتی شورا تصمیم بگیره چی تصمیم گرفته میتونه در کدام سطح گرفته میتونه بر علاوه کی صلاحیتش معلوم باشه برای تحقق این صلاحیت ها باید یک نیروی تضمین کننده وجود داشته باشه که اگر علما یا شورا تصمیم میگیره این تصمیمش باید چی شه پیاده شوه اېره او نه میتانه پیاده کونه باید یو تزمين موجود باشه تزمين شوه باید در قانون یا در طرزالعمل پیشبینی شوه تا کې ما به تانیم یو تشکله مکمل در خدمت مردمو افغانانستان ایجاد کرده باشیم بسیار زیاد تشکر آقای قاند شما چی فکر میکنین پیش از این در 26 ولایت کشور شورای آلمان دین از سوی امارت اسلامی ایجاد شده و حالا هم از هفت در هفت ولایت از ایجاد شورای آلمان دین خبر میدهند شما به چی در موردش چی فکر میکنین برداشت شما از این چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب دادرست و تمام بینندگان و همکارانتان سلام شورای علما در گذشته ها هم وجود داشت میم سر اصل شورا شورا در اسلام از چی جایگاهی برخوردار است آیه قرآن کریم است که وشاورهم فی الامر پیغمبر خدا در امور کاریش با اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یارانش مشوره میکرد شورا در اسلام یک اصل است یک اساس است که دست رسول پی... رسول معظم اسلام گذاشته شده شورا هدف از ایجاد شورا در یک جامعه اسلامی ای است که شورا برای زمامدارا و حاکما مشوره بتن آنچه که مشکلاتی که به مردم مردم داره مشکلاتی که دولت داره اینا شورا هدف از ایجاد شورا می است که یک پل ارتباطی در مبین حکومت و دولت باشه در گذشته ها حکومت قبلی هم شورای علما در 34 ولایت افغانستان موجود بود در اون وقت رهبری شورا را یا مثلا انتخابات به تحت رهبری وزارت اجاقاف یا ریاست مساجد این شوراها ایجاد میشید اما در اون وقت از طریق آرا و انتخابات بود یعنی مجموعه از علما در ولایت ها جمع میشیدن رایگیری صورت و یک کس رئیس بود و منشی و معوین و دگه سایر دیگه علما بایسی از کسی که زیاد میبرد حالا این تفاوت است که شورا ایجاد میشه ولی انتخابی نیست انتصابی است اکثر معلوماتی که ما معلوماتی را که ما دارم در شهر کابل شورای به نام علمای شهر کابل ایجاد شده 22 نواحی قبلا هم این شورا وجود داشت ولی ما هیچ با ما،, ما هیچ اطلاعی نداریم نداشتیم و هیچ انتخاباتی هم صورت نگرفت در چند ناحیه انتخابات صورت گرفت دیدن که مفرادی سابق در رس شورا آمد با انتخابات را گذاشتن انتصابی جور کردن معلوماتی که ما دارم این شوراها از یک دست ساخته میشه همانا علمایی که با امارت اسلامی رابطه داشتن در گذشته ها هواداران امارت اسلامی هستند از آم علما نظریات مشوره رای گرفته نمیشه چرا به خاطر این شورا انتخابی نیست انتصابی است بهتر همی بود که این شورا از طریق انتخابات باید که بله. ایجاد میشید این بهتر بود چرا ما در همه ولایت ها وقتی که انتخابات صورت بگیره مجموعه از علما جمع میشن به یک کسی رای میدن هر کسی که رای بیشتر بود اون بایسی نماینده و رئیسشان انتخاب میشه ولی متاسفانه که در در حال حاضر که شما گفتین در هفت ولایت شورا ایجاد شده در 22 ولایت دیگه هم قبلا شورا ها ایجاد شده بوده اکثر شورا ها انتخابی بوده نه انتخابی اینجا یک دو دستگی در مابین علما متاسفانه که ایجاد شده گزارشاتی که ما داریم کسایی که در نظام قبلی باعث امام خطیب یا رئیس شورا بودن یا امام یک مسجد بودن اونا از این شورا در شورا برشان جای داده و کسایی انتخاب شده که اکثر هوادارا و طرفدارای امارت اسلامی و با تایید به جناب دادرس صاحب که وقتی شورا ایجاد میشه ساخته میشه بعد که تمام قشر جامعه همون خبه های جامعه متنافذین هم در شورا باید که هم داده با, با اونا شوند چرا شورا برای حل مشکلات مردم ایجاد میشه از هر قشر باید کسا نماینده در شورا داشته باشه تنها ما اختصاص شورا را به علما ندیم در گذشته ها شورای علما بود لاهی وظیفه نداشتن شکل نمادی بود بهتر می که شورا جور شود از طریق انتخاب لاهی وظیفه برشون داده شود شو و تمام اقشار جامعه در شورا باید که سم داده باشه بسیار زیاد تشکر آقای دادر از صحبت های تشونیدیم بحث انتخابی بودن و انتصابی بودن مطرح کردن حالا از شما میپرسم این موضوع چقدر مهم است به این یک موضوع موضوع دوم خب جزیاتی به ما ندادن که مثلا این با کدام سازوکار هاست همونطور که شما گفتین طرز عمل. اگر این گونه پیش بره همونطور که اعلام ناشده و به که از جزئیاتش رسانه ها ماگاه نباشن و, این این میتار موثر باشه در نهایتش ببین ما قواعد داریم در سیستم های حقوقی من جمله سیستم حقوقی اسلام در اونجا میگه که تمام نهادهایی که ایجاد میشه به جز نهادهای استخباراتی و اردو که آنها محرم هستند دیگه تمام نهادها تشکیل نهادها طرز فعالیتش طرز صلاحیتش مسولیتش باید قبلا به سم مردم رسانيده شوه تا کې مردم اورا بشناسه تا کې مردم به اوه او نهه ارتباط قائم کنه در غیر ازو کې مردم آگاهی نه داشته باشه مردم د اس کوم مواضی برو ده اونجي شکایت وکنه صلاحیتایش چطور درک وکنه کجا مراجعه وکنه شکل مراجعهش باید چطور باشه ما په یعقیدا سم باید کې آن اعلان شوه

تصمیمي کې وتا متانې تخصص کنه ما به خوشحاله ستیم کې اونا تصمیم اگر صرف مسالې مشوره باشه خو به تر اس کې مردوم مستقیما با مسؤلین ببیننه چره یک یک پلی دیګه جوړ میشه را را طولانی میسازه شخص کی متضرر از شخص کی مشکل داره شخص کی, دار کی شکایت داره اگر با خود مردوم با خدي مسؤلین بتونه بهتر میتونه کې مشکلات خود برې مسؤلین چی کنه مسؤولین شريك وکونه ای غرات طولانه بشه ای په ایمانه کی یەک دفعو بیا بشورای علما تشریکونه باید نه د بین خود نی بهترین غپ ایستن کی طبق یک طرز عمل اینا صلاحیت داشته باشه مسولیت داشته باشه و بل اخره مصمم باشه تصمیم بغیره و په خاطر تطبیق تزمین مش چې ماشه یو نوی تزمین کوونکي ده واه همدارنګه قبل زوبری مردم طرز عملش اعلان شوه به ترين صحبته کې دوست ما و گفتن په خاطر دي چې او از جامعه نمائندګي وکنه در جامعه کې نمائندګي کوم میتانه واقعا څې نمائندګي میتانه کې مردم اوره روان کنه اگر از بالا انتساب میشه او از مردم نمائندګي نه میکنه او فقط از بالا نصب شوه ولی یې کې بتانه ازې جامعه موردې ټومات او موردې ازوباش کی او انا بر هم راځي یا وکنه او ګویا نمائندګي از مردوم وکنه از مردوم محل وکنه به ترن ګپشتن کی یو شکل انتخابی برش درځه او ګپ دیګي کی ما کاملا طرفدار یازيستم او دوست ما میره پشتر اشاره کړن کی در جامعه در پالوی علماي ديني در پالوی علمای کرام دین باید متنفذین شریف ما اهل مسلک دیگه ما باید. مثلا در اونجا باشه که اونا هم نظریات خود چیزی که به ما گفتن بزرگان قومی را هم گفتن که شامل ای بسیار خب اگر بزرگان قومی هم باشه بزرگان قومی هم فرق میکنه بیتر هستن که یک, یک شرایطی باشه که در اینجا یک نفر امام یک نفر متنفذ به امی تعداد بگوی او شرایط برشان وضع کنه و بالاخره از مردم از طرف مردم انتخاب شوه لایحه صلاحیت برشان ترتیب شوه لایحه مسئولیت برشان ترتیب شوه او ام قسم کی ما عرض کردم وقبلن هم بر مردم اعلان شوه تا مردم از ادرس با خبر باشه و به با ادرس مراجعه کنه یک چیز دیگه کی جامعه کی قانون نبود در جامعه خوب تشریح میکنه میگم کی فرد حکمت نمیکنه حکمت فرد با مشکلات رو برود حکمت قانون حکمت میکنه به چه مانا اگر کسی از اشاره سرخ ترافیک دریور بگذره، فقط ای قانون است که او را میگه که نمانیش این فرد نیست این ترافیک جاده نیست ترافیک جاده صرف تدبیق کننده قانون است پس در جامعه ای که قانون است در جامعه از که عدالت تامین شده میتانه در جامعه ای که قانونیت است ما میتانیم که صلح و آرامی رو وجود بیاریم در جامعه که قانونیت است ما که عدالت است. پس ما عرض میکنیم که سی ده. چیز یک قانونیت تشکر. دو کار به اهلش و سیوم ما اگر بتانیم یا نتانیم باید کوشش کنیم که به کجا خود برسانیم به با با سیستم خود برسانیم بسیار زیاد تشکر آقای همینطور که یک وجه مشترک در صحبت های شما و آقای دادرس است، بحث انتخابی بودن است و شما گفتین این تا جایی که شما اطلاع دارین به انتصابی است که انتخاب میشه افراد عالمان دین چه پیامدهایی داره در صورت که انتصابی باشه و چرا انتخابی را در نظر نگرفتن و پرسش دیگه ای است که این شورا اگر مشوره باشه چه پیامد هایی داره به شکل مشوره ای باشه اگر به شکل تصمیم گیری باشه چه خوبی ها داره ببینین اگر در می دو سال بیشتر اینا نظریات عام مردم هم گرفتن در راستای بازگشایی مکاتب مکات. و دانشگاه ها از تحلیلگران مسائل سیاسی حتی نخبه های قوم علمای دین اگر این مشهور از اینا نظریات و مشوره می گرفتن ما به این بس مواجه نبودیم ما قبلا هم گفتم یک دست آمده حکومت تصاحب کرد اونم به نام حکومت علمایی یک جریان است تحریک طالبان افغانستان ما در یک میزی دیگه می صحبت کردم بازم تاکید میکنم میگم انتقاد به خاطر اصلاحات است یک اصل است دارای فعلی انتقاد مردم باید بپذیرم گوش شنوا و چشم بینا پیدا بودن از یک دسته آمدن هر چیزی را ساختن همین سی کارشان بهبودی نیست مردم هم بالایشان انتقاد داره دنیا هم بالایشان انتقاد داره بهتری بود که شوراها در گذشته موجود بود در سی و چار ولیت افغانستان در این شهر کابل که مسئولیت شوراها ما و چند علمای دیگه داشتیم امو شوراهای گذشته باید تقویت میشد اگر کمی و کاستگی بود اصلاحات میشد اینا و شوراها را از هم پاشند لغو کردن ملغا کردن دلیلش چی میتونه باشه اتهامات باشه کردن شما ملای درباری بود شما ملای حکومتی بودین شما این بودین آن بودین وظیفه یک عالم از این چی باشه؟ شما می نیسی خبرنگار در می رسانه کار کردین آیا علما مو وقت با دفاع از امریکا صحبت میکردن

دعوت دعوتگیری دین الهی بودن از او بیشتر چیزی نبودن استثناء یکی دا ما یکی اگر اون مشکل داشت اونا نبودن در منابی رو مساجد مطمئنم براتان میگیم چرا ما یک رابطه تنگاتنگ با ما داشتیم با مساجد ما داشتیم با مدارس ما داشتیم حالا انتقادا برای میشه میشه اگر ما میدیای رسانه بیرونی رو ببینیم اگر داخل رو ببینیم مردم برای میشه میگه حکومت ملاها د ل ملوم شته د عاسلاو کدام طرح و برنامه شما شورا را ساختید باز در رسانه ها یک شکل مو تو چی اعلان میشه اعلام میشه که شورا ساخته شد و توضیحات داده شد یعنی ما قبلا هم گفتم شورا از طریق انتخابات بهتر و خوبتر بود مجمع از علما جمع میشیدن رئیس خود ایجا تعیین میکردن متاسفانه کار نشید من میگم وقتی از یک دست اوادارا یک جریان بده میشورا اونا هم طرز و تفکرشون هم طرز تفکر مجریان جریان است اما از مجمع علما اگر اینا شورای ایجاد بکنن از مجمع نخبه ها از مجمع آگاهان دین، دینی و سیاسی من میگم که برای موثرتر و خوبتر و بهتر شود اصلا می که در شورا ببینید ما اگر یکی ما خلافت صغرا داریم که کبرا یکی امام در یک مسجد که انتصاب میشه باید که رای مردم گرفته شود انتخاب مردم باشه پسند مردم باشه رضایت مردم باشه ما راستا حدیث داریم اگر در یک منطقه امام امامتی مردم میکنه دو نفر از او ناریزا است در مسائل شهری دینی نماز او از سرش یک بلیس بالا نمیشه نمازش قبول نمیشه همه قسم در تمام ارمورمان و نظریات مردم بگیر شکل انتخابی بهتر است که که ها برگزار شود نه شکل انتخابی نه شکل تحملی بسیار زیاد تشکر آقای دادرست آنطوری که امارت اسلامی میگه که ای ایجاد حل مشکلات مردم و آوردن نظم بیشتر در نهادهای امارت اسلامی است شما بیشتر موضوع قانون مطرح هم کردین همواره هم از او دفاع میکنیم که این میتونست خیلی از مشکلات در افغانستان در همین دو سال حل کنه چیزی که آقای خانات هم گفتن چرا در موضوع قانون اساسی یا قانون این شتابان کار نکردن و به این مسائل که حالا ایجاد شورا هست مسائل دیگه سرگرم هستن بله ما تا فعلا با وجود که در افغانستان ما سیستم قانونگذاری از وقتای پیش داریم در کشور ما و تاسو نظر داشتی تمام سیسټم ماي حقوقي د جان په خصوصي سیسټم حقوقي اسلام مادهګان قوانين تدوين کرديم او توشيه شوهه ولی تا فعلا در افغانستان 2 سال کې میشه قانوني اساسي او تا وختي کې قوانين اساسي نه واشه قانون اساسي نه واشه قوانین عادی باید یک منبع داشته باشه مثلی که ما میگیم که قانون اساسی باید چه داشته اساسات داشته باشه احادیث نبوی باشه فقه باشه نصوص قرآنی باشه و اته اجمای علما باشه قول و تام تعامل جامعه باشه استفاده از سیستم های حقوقی که با اسلام تناقض نداشته باشه ازون استفاده شوه یک قانون اساسی مکمل به وجود بی ولی متاسفانه ما فعلا قانون اساسی نداریم وقتی که قانون اساسی نداشته باشیم ترز ترزی فعالیت یا طرزی نوی حکومت چطور بتانیم تثبیت کنیم او باید در قانون اساسی نکاس پیدا کنه سیاست داخلی و خارجی باید در قانون اساسی نکاس پیدا کنه حقوق اساسی مردم افغانستان از اون جمله که ما سخت باور بر ای دارم که تعلیم و کار اساس ملک است بازم میگم که تعلیم و کار چیستن اساس ملک است تا که در یک کشور تعلیم نباشه که یو کشور کار نه باشه اگر تعلیم نه باشه ما په طرفي بدبختي سوق داده میشيم ما متاج ديګره استيم او ديګره حمو اگر تیارېش بیا بمبارد میکنه او ما تعلیم نداريم چې کارو بسازيم ما کار نه ده ما تعلیم نداريم چې پيلوټه تربيه کونیم ما تعلیم نداريم چې ډاکټر تربيه کونیم بنان بي دآخره خور زار مواکيم اگر ما کار نکونيم به اټلان کار بسیار کی میکنه تاکید میکنه اگر کار نکونيم هم متاج وای و اگر کسی زمینه کار مساعد نمیکنه مسئولیت داره تکلیف خود با جا نکرده روی هم رفته قانون جامعه را رهبری میکنه بله ما کار به اهل اصلی اح... ای اصل اسلام است اصل حقوق اسلام است که کار به اهلش بسپارین و جناب محترم وجود داره اگر کار به اهلش سپرده نشه و بترسی که از اینمی حالت استن که خدا نا خواسته علایم قیامت به وجود نبیاره نظام با مشکلات رو برو میشه باید ما کار به حل بسازی در محدوده قانون کار در محدوده قانون تعلیم در محدوده قانون فعالیت در محدوده قانون زندگی در محدوده قانون و اصل چیز جامعه قانونی تکیه بر تعلیم و کار بسیار زیاد تشکر دو مورد آقای دادرس اشاره داشتن آقای قانت بحث تعلیم بحث کار که دو تا موضوعی بسیار مهم است و اساس مملکت خواندن فکر میکنین با ایجاد این شوراها امارت اسلامی به فکر ای است که این موضوعات حل کنه یا نه مسائل دیگه است که اونا میخوان تعقیب کنن من از ایجاد شوراها تقریبا یک و نیم سال سپری میشه به. شما منیسی خبرنگار تانوز رئیس علمای شهر کابل در میز هم صحبت کده نه یک سال سپری یک و سال سپری میشه گزارشی که ما دارم در گذشته ها اگر شورای بود ما با های مربوطه در مانگی بودیم به خاطر حل مشکلات علما مثلا با وزارت اجاو قاف ما نشست و داشتیم با موینه تعلیمات اسلامی داشتیم ما در اون وقت مردم منتقیدین سختش گلایه میکردیم میکدیم والا الفاظ های زیشت هم استعمال کدیم لیش. مثلا وقتی که دکتر صاحب شفیق سمیم موینه تعلیمات اسلامی بود و خدا به اثر امی شورا و مشوره بولن یا رابطه ای که با علما داشت هزارا مدارس رسمی کرد و ها علما دین ماش کدری برشتا و از سری این موانگی که با علما داشتن یا وزارت عجاو خوف در وقتش مو وقت شورا با این خاطر جا شده بود که خاطر حل مشکلی مردم با. یک پل ارتباطی در مبنی مردم و در مابانی دولت خوب. باشه خب اگر کتاب بگوین چی باید شود؟ ما برشان میگم از تمام علما اینا باید کار بگیرن از مجموع علما انتخابی شود اگر واقع نامه که پلی ارتباطی در مبانی دولت و مردم باشه این شورا وقتی از مجموعی علما بدون تفکیک و تبیز بدون که منتگذاری در اقی دیگر را کنیم و اینا بگن که شما درباری باری اینا بدون چیزی های ملایزه را بر در این شورا از مجموعی علما ساخته شد دولت و علال خوز ارگان های زیره این شورا من، من مربوطی منحصیر با شورای سرتاسری باید نباشه کی شورا مربوطی وزارت اجاق قاف و مثلا وزارت معارف یا تعلیمات اسلامی ارتباط کاریشون بایی باشه یا مثلا در بخش شاروالی اگر از مجموع علما ساخته شد مطمئنا براتان گفته میتونم که مؤثرات خدا مؤثرات خدا داشته باشه اگر انتصابی بود و شکل نمادی و نمایشی بود تشکر بود اگر در اینجا با نه مردم با ملت دمی دو سال ما می کدام وصل مردم و ملت ندیدیم تا هبهتر زاز مجموع علما شرا اجاد شو و ل ارتباطي از طريقه مبن مردمدولت ل ارتباط وصلشو وشراهم ايجاد مش يد علما جناب سفارب ب مشكلات مواج هر اجلتر ب مشكلات علما رسيديفق عرز م يست يك يز دين برم بد بوم تعلیم دخترا و کار زنان و در این حال مسئله که آب است خبر باشه که موضوع آب بسیار مشکل است توجهی حیات رهبری را میخواهیم و در این حال معاشی متقاعدین که آنها سخت مشکلات قزارم. رو بروز تشکر صاحب و آقای قانس از حضور هر و مهمان و بزرگوار سپاس همین ترتیب می به پایان فراخبر تا سلام دیگر خدا نگهدار.